این روزا با پیشرفت شدن تکنولوژی و سیر مدیریت از سمت مدیریت سنتی به مدیریت علمی، توجه سازمان‌ها به استخدام مدیرایی که رشته مدیریت خوندن و دانشش رو دارن خیلی زیاد شده. واسه همین دانشجوها، جوانای امروز خیلی دارن به این رشته کم کم علاقه‌مند میشن و به فکر اینن که تحصیلاتشون رو توی رشته مدیریت انتخاب بکنن. اگه شما هم جزو کسایی هستید که دوست دارید رشته مدیریت رو ادامه بدید یا دربارش بدونید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من متانت دریرصفت هستم و اینجا کانال دیلی متانته. 23 سالمه و لیسانس مدیریت بازرگانی دارم. امسال کنکور ارشد دادم و کانال یوتیوبم رو شروع کردم. توی این کانال از زندگی روزمرم ولاگ میذارم، از مسیر شغلی، مسیر توسعه فردی و مسیر فیتنس هم میگم. اگه این اولین ویدیویی که از من میبینید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو روشن کنید. خب بریم سر اصل مطلب. رشته مدیریت از حدود سال 1330 وارد ایران شد. رشته مدیریت گرایش‌های مختلف داره. گرایش بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردی. اما از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین گرایش‌هاش گرایش مدیریت بازرگانیه. هدف رشته مدیریت بازرگانی تربیت کردن یک سری مدیر برای راه‌اندازی و اداره کسب و کارهاست. توی ایران رشته مدیریت بازرگانی از مقطع کاردانی تا دکترا ارائه میشه. شما میتونید با دیپلم انسانی، ریاضی و تجربی وارد رشته مدیریت بازرگانی بشین و بیاین لیسانستون رو مدیریت بازرگانی بخونید. مدیریت بازرگانی بین 130 تا 140 واحد درسی داره و شما اگه شاگرد زرنگی باشید میتونید توی 7 ترم، یعنی حدودا 3.5 سال این درس رو تموم بکنید. پروژه نداره، کارآموزی هم نداره. ورود به دانشگاهش که گفتم راحته تقریبا. این رشته شاخه ارشد و دکترا هم داره و شما میتونید ادامه تحصیل بدید و به جایگاه خیلی بزرگی توی این رشته برسید. درسایی که توی این دوره شما میخونید، یک سریاش که برای همه بچهای مدیریت یکسانه، مثل تئوریای مدیریت، آمار، ریاضی، همین درساس حدودا. برای اینکه توی این رشته موفق باشید نیاز نیست حتما ریاضی خیلی عالی داشته باشید، ولی باید علاقه‌مند باشید به اینکه درسای به خوندن درس‌های حفظی. وقتی وارد دانشگاه میشی هر ترم به شما یه سری درس میدن و معمولا اینجوریه که اوایل شما با درس‌های مالی و حسابداری شروع میکنید. حسابداری‌های مختلف یاد میگیرید، بعد مدیریت مالی یاد میگیرید، بعد از ترمای سال دوم کم کم درس‌های بازاریابی، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی وارد میشه و سال آخر درساتون خیلی دقیق‌تر و راحت‌تره. این خلاصه ای بود دادم صرفا برای اینکه با این رشته آشنا بشید. واقعا این خلاصه حرفه‌ای نیست و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما گوگل کنید، دربارش بخونید، تمام درسایی که شما باید پاس بکنید رو بخونید، ببینید چه جوریه و اینجور چیزا. حالا در مورد تجربه من بگم. من دبیرستانم رشتم تجربی بود و برای سال کنکورم واقعا درس خوندم، زحمت کشیدم که یکی از درسای پزشکی رو قبول شدم، مثل خیلی از بچه‌ای که کنکور تجربی میدن. اما نشد و با توجه به شرایطی که توی موقع کنکورم تجربه کردم، نخواستم اصلا پشت کنکور بمونم و از اونجایی که خودم همیشه علاقه به کارآفرینی داشتم یا دوست داشتم برم دنبال هدفهای خودم، دوست داشتم که یه شغلایی داشته باشم که با بقیه ارتباط برقرار کنم و کلا راستش سرفصلای درس مدیریت واسم جذاب اومد. چیکار کردم؟ رفتم مدیریت بازرگانی زدم و رفتم دانشگاه و شروع کردم به درس خوندن. اگه بخوام خلاصه بگم که دوباره اگه برمیگشتم به 18 سالگیم رشته مدیریت بازرگانی رو انتخاب میکردم یا نه، جوابم آره است. ولی اگه بخوام بگم که آیا همون مسیری که رفتم رو میرفتم، جوابم نه. حالا امروز میخوام بگم که اگه برمیگشتم چه کارهایی نمیکردم و چه کارهایی میکردم که شاید برای شما مفید باشه. اما قبل از اینا به این چند تا نکته اساسی در مورد این رشته بگم که شاید اصلا شما رو منصرف بکنه از اینکه میخواید این رشته رو بخونید یا نه. ببینید، این رشته مثل بیشتر رشته ها توی ایران به شما آنچنان چیزی یاد نمیده. یعنی شما وقتی که لیسانس مدیریت بازرگانی میگیرید، شما رو نمیبرن بگن یه جا مدیر شو و اصلا خودتونم نمیتونید مدیر شید و اینقدر چیزای پراکنده به خصوص توی این
رشته میخونید که اینجوریه که از همه چیز یه کوچولو بلدید و شما در واقع یک کارشناس میشید. یعنی اگه شما مثلا بعد برید وارد یه دونه اداره ای سازمانی شرکتی بشید، میتونید که چه خبره و هر کی داره چی کار میکنه، ولی آیا میتونید اونو اداره کنید، مدیریت کنید؟ نه. و باید برای این کار خودتون برید بیشتر درس بخونید، تحقیق بکنید، مهارت کسب بکنید تا بتونید موفق بشید. آیا میتونید تو همه این درسایی که میخونید توی دانشگاه، حسابداری، مالی، بازاریابی، منابع انسانی، استراتژیک، حقوق، آیا میتونید تو همه اینا اکسپرت بشید، مهارت داشته باشید؟ نه. پس از روز اول دانشگاه باید وقتی درستون رو میخونید به این نگاه بهش نگاه کنید که آیا دوست دارید این رو ادامه بدید یا نه. من مثلا تجربه شکلی بودش که اوایل یکم از حسابداری خوش آمده بود، ولی بعد که به حسابداری به عنوان کار فکر میکردم، میگفتم که نه، خیلی موضوع کار خشکیه و همش با اعداد و ارقام چیز داره و من دوست دارم که یه جایی باشم که با مردم در ارتباط باشم. اما خیلی از بچه های ما همون موقع شروع کردن به ثبت نام کلاس یاد گرفتن نرم افزارهای حسابداری و بعد کم کم شروع کردن به کار کردن تو اون زمینه. پس این که خودتون باید برید دنبال مهارت و اینا یه نکته بودش که من باید بهتون میگفتم و گفتم. برای اینکه شما بعداً بخواید به همین مدرک لیسانستون یه جا کار کنید، احتمالاً بهتون میگن که 2-3 سال سابقه کار میخوان و اینکه یه سری مهارت میخوان. شما ممکنه که این آگهی‌ها رو ببینید و دل سرد بشید، بگید که خب من که لیسانس گرفتم پس چجوری برم سر کار و اینا. ببینید، شما از موقعی که دانشجو هستید میتونید کار بکنید و وقتی که مثلا توی یه دونه آگهی مینویسن که 3 سال سابقه کار میخواد، اون یه حکم نیست که حتما شما باید این کارو بکنید. وقتی شما حتی مثلا 1-2 سال تجربه کار داوطلبانه داشته باشید، یه 4 تا دوره و کارآموزی خودتون رفته باشید، قطعاً برای کار کردن کوالیفاید میشید و اینکه توی مصاحبه میتونید ثابت کنید که یه چیزی بلدید. پس این خیلی مهمه. حتما برید دنبال کارهای مختلف. من دنبال بورس رفتم، دنبال برگزاری ایونت رفتم، اونجا با کارآفرینای استارتاپی صحبت کردم، دنبال کار تولید محتوا رفتم، کلی دوره سوشال مدیا مارکتینگ دیدم، بعد اواخر درسم که تمام شده بود یه دوره جامع دیجیتال مارکتینگ برداشتم. خب این بخاطر بودش که من علاقم مارکتینگ بود. شما هم باید این کار رو بکنید، یعنی اگه این کار نکنید و فقط بیاد دانشگاه بخونید معتاد بازرگانی واسه تون تکمیل نیست، مگر اینکه هدفتون این باشه که بخواید برید جاهای دولتی کار بکنید که خب برای اون باید آماده بشید برای آزمونای استخدامی و دنبال کردن آگهی‌های استخدامی تا بتونید برید سر کار. این رشته برای کیا خوبه؟ ببینید، رشته مدیریت بازرگانی تقریبا برای همه خوبه، یعنی هر کسی که علاقه داشته باشه به این رشته، رشته ای که بهش حال میده، یعنی نمیگه که من از این رشته بدم میاد و دوست ندارم درسامو بخونم. یعنی من اصلا تا حالا کسی رو ندیدم که بگه من از مدیریت متنفرم. بین دانشجوامون هیچ کس نبود، شاید بچهای یک سری درس رو دوست نداشتن، مثلا من خودم درس آمار و ریاضی دوست نداشتم، ولی اینجوری نبود که بگم از رشتم بدم میاد و کاش نمیومدم این رشته. این رشته تقریبا برای همه خوبه، اما برای کیا بهتره؟ شاید من الان اینو بگم تو دلتون یه چیزی بشه که پس من باید برم این رشته رو بخونم. ببینید، یک سری بچه‌ها هستن که از دوران دبیرستان به فکر کار کردن یا به فکر کارآفرینی یا به فکر اینن که واسه خودشون یک پرسونال برندینگ کنن، دنبال اینن که اصلا دنبال اینن که کار هنری کنن. مثلا من یکی رو میشناسم که کار شیرینی پزی خونگی بسیار موفق داره که از نوجوانی شروع کرده و الان داره مدیریت میخونه. این درس مدیریتی که تو دانشگاه میخونه خیلی بهش کمک میکنه، به خاطر اینکه شما توی مدیریت برنامه‌ریزی یاد میگیرین، سازماندهی یاد میگیرین چجوری با بقیه صحبت کنین، خیلی راجع به مدیریت خودتون اطلاعات کسب میکنین و این خیلی رشته مفیدیه در کنار اون مهارت اصلی که بر خودتون دارین. به خصوص تو کشور ما خیلی بابه که همه یه تحصیلات تکمیلی تا لیسانس رو حداقل داشته باشن و این رشته برای اون بچه‌هایی که میخوان هدف خودشون رو توی زندگی داشته باشن و به دنبال کاری که خودشون فکر میکنن برن، این رشته خیلی بهشون کمک میکنه. اصلا اونا چون درسش هم خیلی راحته و خیلی زمان نمیبره، اصلا شما رو از کار خودتون دور عقب نمیندازه. مثلا شاید تو هنرمند باشی، شاید تو دوست کارآفرین باشی، شاید تو اصلا عاشق مارکتینگی، شاید تو بلاگری، شاید تو یوتیوبری و این رشته خیلی واسه شما مناسبه.
خب بچه من داشتم ویدیو رو ادیت میکردم و دیدم آخرین فایلی که توش صحبت کرده بودم یه جورایی توی این جابجایی ها از بین رفته، واسه همین دوباره برگشتم. فقط الان موهام فرفری شده. خوشبختانه سرفصلا رو سرتیترا رو اینجا نوشته بودم و میدونم چیا رو گفتم و چیا مونده. آخرای ویدیو چیزی نمونده. ببینید، آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم راجع به روابطه، روابط اجتماعی، روابط کاری، روابط دوستانه، کلن هر جور روابطی که شما توی رشته مدیریت بازرگانی خواهید داشت. خب اینو تقریبا میدونین که دانشگاه نقش خیلی مهمی توی روابطی که ما توی زندگی اجتماعیمون میسازیم داره و روزایی که ما به خصوص توی دوره لیسانسمون میگذرونیم روزای خیلی مهمی هن که دیگه بر نمیگردن و آدمایی که ما باهاشون توی دانشگاه آشنا میشیم میتونن مسیر زندگی ما رو از این رو بیرون بکنن. چیزی که توی مدیریت بازرگانی پیش میاد اینه که بچه‌هایی که همکلاسی شما هن میتونن خیلی از هم دیگه متفاوت باشن. همونطور که گفتم بچه‌ها از انسانی میان، از ریاضی میان، از تجربی میان. به خصوص برای بچه‌هایی که از ریاضی و تجربی میان این میتونه یک معضل بشه، به خاطر اینکه اکثر بچه‌هایی که میان کسایی که از انسانی میان و انسانی ها جوری که دبیرستانشون رو گذروندن خیلی فرق میکنه با بچه های ریاضی و تجربی، درسایی که خوندن، محیط مدرسه‌ای که بودن و خب این میتونه که ارتباطات و واسه شما یکم سخت بکنه. تجربه من خودم این شکلی بودش که نتونستم آخر سر تا 4 سال لیسانس دوستای خیلی صمیمی بسازم یا خیلی طول کشید تا بتونم اون آدمایی که هم فکر خودمن و مثل من فکر میکنن، پلنای جالبی دارن، نظرات خوبی دارن که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم در موردش رو پیدا بکنم. نتیجه‌ای که میخوام از این قضیه بگیرم میشه همون چیزی که گفتم اگه برگردم به 18 سالگیم تغییر میدم. به نظر من رشته مدیریت بازرگانی رو باید توی دانشگاه خوب خوند. من اگه برمیگشتم احتمالاً دانشگاه تهران، یعنی یکی از دانشگاه‌های شهر تهران میرفتم که اونجا با اساتید بهتر، محیط بزرگتر و بچه‌های بهتری آشنا میشدم و مثلا شاید اون موقع دیگه این وقتی که امسال واسه ارشد خوندن گذاشتم و دیگه نیاز نبود بذارم. در کل یه محیطی که بچه‌ها خیلی جدی‌تر توش باشن، علمی‌تر باشن، خیلی بتونه رو آدم تأثیر بذاره. یه استادی که خیلی پیگیر باشه و تو رو مجاب کنه که به غیر از درسای خود دانشگاه بری دنبال تحقیق کردن، بری دنبال کار کردن. یه سری گروه دوستی که ایده های استارتاپی یا ایده های کار کردن یا حتی اصلا ایده های مهاجرت کردن یا مثلا بعضی خیلی همون الان هدفمون همینه، اگه از این گروه های دوستی باشه خیلی تاثیر داره و شما ممکنه که این جو رو توی درس های مهندسی بیشتر ببینید تا درس های مدیریت یا کلا علوم انسانی. واسه همین اگه دو دلید و 50-50 این نکته رو شاید در نظر بگیرید، برید یه درس مهندسی، مثلا مهندسی صنایع بخونید. درس آخری هم که از تجربه تو خودم میخوام بهتون بدم اینه که درس بخونیم. من سال اولی که رفتم دانشگاه فکر میکردم که نیازی درس بخونم. درس مدیریت جوریه که تو وقتی سر کلاس ها میشینی یا مثلا از بچه ها از رشته دیگه بیان سر کلاس ها بشینن اینجوری هن که خب ما که اینا رو میدونیم، اینا رو چرا اینا میخونن. اکثر درساش این شکلیه و تو احتمالاً اینجوری میشی که خب پس من نیازی درس بخونم. همجوری حالا دیگه دانشگاه که درس بخونه و اینا، این یه اشتباه خیلی بزرگه، خیلی مهمه. برای درساتون اهمیت قائل بشین، برنامه ریزی کنین، درس بخونین و نمره های خوب بگیرین. خیلی کمک میکنه و خیلی مهمه. درس اونچنان آسونی نیست و استادا به راحتی نمره نمیدن و معدل شما بعداً توی کار کردن، توی ارشد خوندن، توی مهاجرت کردن و همه اینا خیلی بهتون کمک میکنه. رسیدی به آخر ویدیو، اما این ویدیو اینجا تموم نمیشه. هر سوالی که راجع به مدیریت بازرگانی دارید میتونید اینجا تو کامنت ها از من بپرسید. سعی کنید که سوالاتون رو یه جوری جامع بپرسید که بقیه هم اون سوالا رو بخونن واسه شون مفید باشه. اگه دوست دارید که با هم دیگه صحبت کنیم، بیشتر نظر بپرسید، میتونید به اینستاگرامم که آدرسش اینجا هست
دایرکت بدید، من تا جایی که بتونم کمکتون میکنم. توی دسکریپشن لینک های مفیدی که میتونه به دردتون بخوره و اطلاعاتتون راجع به رشته مدیریت بازرگانی رو زیاد بکنه میذارم. در ضمن برای کنکور ارشد میخوام یه دونه ویدیو بسازم، فقط منتظرم که رتبه‌ام بیاد و ببینم که چی میشه. ولی در مورد این که من چجوری درس خوندم، از کی شروع کردم، چجوری برنامه‌ریزی کردم و اینا، یه ویدیو درست میکنم که تا اون موقع لینکش اینجا میاد اگه درست کرده باشم. ممنون که این ویدیو رو دیدین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعد، خداحافظ.